خانه ای که صاحبانش در ماتم نشستند. این ناله و فریاد از برای جان باختن امین الله رضایی راننده بانک مرکزی است که به روز شنبه در انفجار بر موترش جان باخت. مادر امین الله میگوید که پسرش تنها نانآور خانواده ده نفریشان بود. بچه‌م جوان بود، بچه‌م چادر بود، بچه‌م میاندار بود، کلی فامیل سرش بود. بچه‌ای وای خدا امنیت بیاره. چی حال است سر مردم؟ درد دادن مردم، دل جگر مارخ درد دادن. امین الله رضایی 32 سال داشت و فارغ صنف 12 بود. او از 8 سال بدین سو در بخش ترانسپورت بانک مرکزی کار میکرد. محمد رامین 1.5 ساله و ریحانه 4 ساله دو فرزند او هستند که اکنون با یک آینده ناروشن روبرو هستند. از حکومت هیچ خواست نداریم دیگه. چی خواست کنیم؟ هر خواست کلی خواست کرد که امنیت 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 چی کنیم؟ برای ما امنیت گرفتن نمیدون. در همین حال مراسم فاتحه و دعاخوانی برای یماسیاوش مشاور رسانه‌های بانک مرکزی و گرداننده پیشین برنامه‌های سیاسی تولونیوز در کابل برگزار شد. رقابت‌های درونی بانک مرکزی افغانستان را که یما تازه در اونجا وظیفه گرفته بود باید به صورت بسیار جدی مورد بررسی قرار داده شود. ما نمی‌خوایم قضاوت بکنم، نمی‌خوایم کسی را متهم بکنم، ولی امیدوار هستم این قضیه چند جانبه بررسی شود. در قسمت شناسایی و پاکاری صفوف نیروهای دولتی ما از ستون پنه و کسایی که ارتباط دارن با تورستاد ارتباط کار نشده، امید است که در آینده ارتباط اقدامات جدی صورت بگیرد. شهروندان کشور چگونگی افزایش رویدادهای حراس افغانانه از جمله ترورهای هدفمند با استفاده از ماینهای مغناطیسی در کشور را نگران کننده میدانند. آنان از نهادهای امنیتی میخواهند تا پهلوهای پنهان این رویدادها را روشن سازند. خالد نیکزاد، تولونیوز، کابل.